سلام امیدوارم حالتون خوب باشه تو این جلسه میخوام در مورد بلوک های بخش لیست اسکرچ صحبت کنیم و یاد بگیریم که بلوک های بخش لیست چه تفاوتی با متغیرها دارن در مورد متغیرها یاد گرفتیم که متغیرها یا وریبلز در واقع ظرف ها یا جعبه هایی هستند که ما میتونستیم محتویات اون ظرف یا جعبه رو بارها و بارها در برنامه نویسیمون تغییر بدیم مثلا عدد بریزیم داخلش یا مثلا کلمات رو بریزیم داخلش یا درست و غلط داخلش بریزیم اما توی اون ظرف یا جعبه فقط میشد یک عدد ریخت یعنی همزمان نمیشد دو تا عدد توی متغیر وجود داشته باشه حالا اگر بخوایم همزمان چند تا محتوی توی یک ظرف یا یک جعبه بریزیم باید لیست بسازیم که توی دنیا برنامه نویسی بهشون آرایه هم گفته میشه انگار آرایه ها یا لیست ها جعبه هایی هستند که ما میتونیم تعداد خیلی زیادی محتوی داخل اون جعبه ها بریزیم و بعد در برنامه نویسیمون روی اون محتویات کارهای زیادی انجام بدیم مثلا جمعشون کنیم یا حتی مثلا میتونیم آنالیزشون کنیم و کارهای مختلفی رو میتونیم روی اون محتویات ظرف لیست انجام بدیم این بلوک های لیست در کنار بلوک های مربوط به متغیرها در نرم افزار اسکرچ قرار می گیرن و رنگ بلوک ها هم به صورت نارنجی هست نکته دیگه ای هم که در مورد لیست ها و محتویاتشون باید بگم اینه که تک تک محتویات لیست ها باید شماره گذاری شده باشند یعنی مثلا عضو شماره یک مثلا لیست میشه یک عدد یا مثلا عضو شماره 21 میشه یک کلمه پس تک تک اعضای اون جعبه باید شماره گذاری شده باشن و ما توی برنامه نویسیمون میتونیم روی اون اعضای لیست یه کارهایی انجام بدیم به شرط اینکه شماره گذاریشون مشخص باشه پس توی این جلسه میخوایم یاد بگیریم که چطوری میتونیم توی نرم افزار اسکرچ لیست بسازیم با بلوک های مربوط به تغییرات لیست داشته میشیم که بتونیم اعضای مختلف رو به لیستمون اضافه کنیم یا حتی اعضای مختلفی رو از لیست کم کنیم و حسبشون کنیم و یاد میگیریم که چطوری میتونیم با بلوک های بخش لیست توی نم کار کنیم لطفا این جلسه رو با دقت ببینید خب اگه بخوایم توی اسکرش یه لیست بسازیم میایم تو بخش متغیرها این پایین اگه دقت کنید یه دکمه هست زده ایجاد یک لیست اینجا من میتونم یه لیست بسازم باید اول به اون لیست یه اسم بدم مثلا می مواد موجود در آشپزخانه تایید می کنم بعد از اینکه تایید کردم یه سری بلوک ها که رنگ قرمز دارن تقریبا این زیر اضافه میشه و یه لیست خالی هم اینجا اضافه میشه توی قسمت نمایش حالا هر چیزی که خواستید به این لیست اضافه کنید میتونید مثلا اینجا بیاید بنویسید گوشت به محض اینکه روش بزنید گوشت به این اینجا اضافه میشه بعد مینویسیم لپه حالا الان داریم یه لیست میسازیم خب که میتونه هزاران عضو داشته باشه میتونه هزاران اطلاعات تو خودش داشته باشه که یه سری بلوک ها روی این لیست یه کارایی انجام میدن لیست از نظر معنی و مفهوم دقیقا همون مفهومی رو داره که آرایه ها توی زبان های برنامه نویسی مختلف دارند. آرایه یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید که یک قطار خب که یه عالم واگن به این قطار وصله تو هر کدوم از این واگن ها یک متغیری وجود داره مثلا دو اینجا هست مثلا مانی اینجا اسکرچ اینجا هشت هر, هر اطلاعاتی ممکنه تو این واگن های قطار وجود داشته باشه مجموعه اینا رو ما میگیم یک آرایه درسته میگیم یه آرایه توی اسکرچ این آرایه ها رو اسمشو گذاشتن لیست یعنی شما میتونید با لیست یک کارایی انجام بدید وقتی که صحبت لیست شد یا آرایه شد شما میتونید یاد اکسل بیفتید اگه اکسل بلد نیستید اشکال نداره ما تو سایت ایران استیم دوره های آموزشی اکسل رو هم برگزار خواهیم کرد الان اینجا فقط یک نگاهی به ظاهر اکسل بنزید ببینید اکسل انگار این ستون یه جور لیسته یه جور آرایه است خب از روی این جدولاش میشه فهمید تو هر کدوم از اینها یک اطلاعاتی وجود داره میبینید ببینید الان تو هر جدول تو هر خونه این جدول یه اطلاعاتی وجود داره حالا اکسل میاد چیکار میکنه روی این خونه ها روی این خونه های جدول خب که حکم یه لیست یا آرایه رو داره یه کارایی انجام میده مثلا من میتونم همه اینا رو انتخاب کنم روشون کلیگراس راست بزنم بعد دنبال یه کلمه ای به اسم سورت بگردم ببینید مثلا میگم سورت کوچکتر به بزرگتر بزرگتر به کوچکتر ببینید همه عددا رو اومد از بزرگتر به کوچکتر مرتب کرد درسته پس این الان اکسل داره روی یه دونه لیست یا یه دونه آرایه کار میکنه پس هر جا که صحبت لیست یا آرایه شد شما یاد اکسل بیافتید خیلی شبیه این خونه های اکسل مفهومش حالا اگه بخوایم مفهوم آرایه یا لیست رو توی مثال آشپزیمون بررسی کنیم تا خوب درکش کنیم برمیگردیم اینجا توی این دستور غذامون ببینید اینجا ما میخوایم یک غذا درست کنیم اینجا یه لیست مواد موجود داریم خب حتما دیدید دیگه مثلا مادران میخوان اول صبح غذا درست کنن میگن بذار ببینیم توی یخچالمون چی داریم توی آشپزخونهمون چی موجود داریم پس اونا دنبال یه لیستی میگردن لیست چی لیست مواد موجود تو آشپزخونه درسته؟ حالا این ممکنه چندین خونه داشته باشه چندین بخش داشته باشه میدونید بعد با توجه به این مواد موجود تصمیم میگیرن که چی رو به غذا اضافه کنن الان ببینید اینجا ما تو این دستور غذا مون اومدیم یه سری دستورات دادیم تا رسیدیم اینجا اینجا یه لیست درست کردیم به اسم چی؟ مواد موجود در آشپزخونه همین لیستی که اینجا تو اسکرش درست کردیم همین لیست که توی اسکرش درست کردیم یه سری بلوک ها بهمون اضافه کرد همون بلوک ها رو اومدیم عکسش رو گذاشتیم اینجا اینجا گفتیم اگر در لیست مواد موجود در آشپزخانه لیم و امانی موجود بود ببین یه عضوی از لیست این یه عضوی از لیسته گفتیم توی یه لیست بگرد ببین یه عضوی هست یا نه اگر بود بیا لیمو امانی به غذا اضافه کن خب اگر این توی لیستمون نبود این اینجوری خط خورده بود خب اینجا میاد تو لیست مواد موجود خب میگرده میبینه لیمو امانی نیست پس میاد این بلوک رو اجرا میکنه به غذا آب لیمو اضافه میکنه دو قاشق درست شد ببینید اینا هر کدوم از این خونه های شماره دارن دیگه الان این دستور غذا این دستور غذایی که به اون آشپز دادیم گفتیم بیا تو این لیست بگرد ببین هیچ کدوم از عضواش لیمو امانی هستن یا نه اینجا نگاه کردید موجود هست پس اینجا اضافه کرد اگر موجود نبود می اومد آب لیمو به غذا اضافه میکرد پس این یه مثال ساده است از کاربرد لیست ما میتونیم تو یک لیست یه کارایی انجام بدیم بگردیم ببینیم یه عضوی توش هست مرتبشون کنیم مثلا اگه همه عدد بودن میانگین بگیریم یعنی تمام این کارا رو میشه روی لیست انجام داد یا آرایه ها حالا بریم سراغ اسکرچ ببینیم اینجا چه مثالی میتونیم کار کنیم این لیست مواد موجود در آشپزخونه رو حذف میکنم میام یه لیست جدید میسازم اسم این لیست رو میذارم تیم روباتیک مدرسه خب یه لیست درست کردم الان خالیه خب میام بهش اعضا اضافه میکنم به این تیم روباتیک مدرسه میام اعضا اضافه میکنم از این بلوک استفاده میکنم برای اضافه کردن به این تیم به این لیست میگم مانی عضو این تیم هست بعد پدرام هست مثلا لاله هست پریسا جز این تیمن این چارتا از به این تیمن حالا میشه خیلی بیشترش کرد اگر یه چیزی رو خواستید حذف کنید از اینجا حذف میکنه اگر همه رو خواستید حذف کنید ببینید از اینجا میتونید این بلوک رو استفاده کنید برای حذف همه خب اینجوری میتونیم حتی به این عضوامون هم خب یکی اضافه کنیم با این دکمه به مثلا بدون اینکه از این بلوک استفاده کنیم میتونیم اینجا یه اسم دیگه به این لیستمون اضافه کنیم مثلا سوسن هم جزء تیم رباتیک مدرسه هست خب حالا میخواد این گربهه دقت کنید برای این گربهه داریم کد می نویسیم میگیم وقتی که پرچم سبز کلیک شد بیا بپرس دنبال چه اسمی در تیم میگردی یه علامت سوال و سب کن حالا اگر ببینید دقت کنید اگر الان نیاز به یه بولین داریم نیاز به یه بولین داریم یه چیزی که جوابش آره یا نباشه میام تو متغیرها میام اینجا میبینم یک بولیان دارم یک آره دارم ندارم شرط هست یا نیست میبینید اینو میارم دارم میندازم توی این بلوک شرطی این بولیانه رو میگم در تیم رباتیک مدرسه آیا جوابی که کار برداده داده هست اگر هست بگو اینجوری میام از این جوین استفاده میکنم یادتونه دیگه میگم پاسخ رو بناز اینجا بگو هست یعنی اون جوابی که کاربر داده رو بگه هست اگر نبود بگه نیست اینجا بگه نیست حالا این ثانیه‌هاش هم یه ثانیه یه ثانیه خب حالا میریم سراغ خود این گربه اینجوری روی این پرچم سبز کلیک میکنم میگه دنبال چه اسمی در تیم میگردی من میگم مانی هست این میگه مانی هست خب یه مقدار این باید فاصله بنازیم دیگه اینجا چون اینا رو به هم میچسبونه میگم مانی هست حالا یه اسم دیگه دوباره روی این پرچم سبز کلیک میکنم مثلا ازش میپرسم که آیا کورش هم هست میگه نیست ببینید میاد این لیست رو میگرده ببینه اون اسمی که ما وارد کردیم تو این لیست هست یا نیست اگر بود جواب میده که آره هست این اسم اگر نبود میگه نیست حالا این لیست پنجتا تا عضو میتونه تبدیل بشه به پنج هزار عضو توی لحظه توی لحظه بسیار کوتاه میاد تمام این لیست رو میگرده و اون اسمی که اه شما دنبال شید رو بهتون میگه هست یا نیست میدونید پنجتا شاید این کاربردی به نظر نیاد این پنجتا رو ما میتونیم تبدیل کنیم به پنج هزار عضو میدونید توی پنج هزار تا بگرده ببینه اون اسم هست یا نیست برای اینکه این تعداد بالا رو با هم بررسی کنیم میتونیم یه مثال دیگه بزنیم خوب دقت کنید چیکار میکنم ببینید میام سراغ نرم افزار اکسل خب اینجا مثلا می نویسم هفتاد و هفت بعد می نویسمش هفتاد و هشت هفتاد و نو این ستاره که اینجوری انتخابش کنید میتونید اینو بگیرید بکشید اینجوری میاد عددا رو به ترتیب براتون اضافه میکنه اینجوری میاریمش پایین ببینید تا عددها خیلی خیلی زیادی میخوایم یه اطلاعات خیلی زیادی وارد اسکرچ کنیم ببینید میایم خیلی پایین توی مثلا 300 400 تا خب خوبه حالا همه اینا رو من کنترل سی رو میزنم دکمه کنترل سی رو میزنم تا کپی بشه بعد میام نوت ویندوز رو باز میکنم نوت ویندوز همین چیزی که توش نویسین تو ورد هم میشه حالا ببینید کل این عددا اینجا اضافه شد ببینید از شماره 77 تا شماره 400 و خورده ای اینجا اینو سیوش میکنیم روی دسکتاپ سیوش میکنیم روی مای داکیومنت سیوش میکنیم مثلا مینیویسیم اسمشو عدد سیو حالا توی اسکرچ میایم اون لیستی که پاک درست کرده بودیم رو پاکش میکنیم میگم این لیست کلا پاک بشه خب اینم که دیگه نیاز ندارم یه لیست جدید اسمش رو مینویسیم اعداد تایید خب الان ما یک لیست ساختیم خب به اسم اعداد که اینجا اون لیست خالی الان محتوی داخلش نیست حالا به جای اینکه بیایم اینجوری هی دوازده اضافه کنیم یه عدد عدد اضافه کنیم میتونیم اینو پاکش کنیم بیایم روش کلیک راست کنیم دقت کنید خواندن داده ها از فایل روی این کلیک راست کردم خواندن داده ها از فایل حالا اون متنی که با نوت پد ساخته بودیم اینجا انتخاب میکنیم اوپن اینجوری که بزنیم تمام اون عددایی که توی نوت نوشته بودیم خب تمام این عددا به لیست توی اسکرچمون اضافه میشه خب حالا میخوام ببینیم این لیستمون چند تا عضو داره اینجا یه بلوکی داریم براش بلوک طول اعداد این بلوک چیکار میکنه؟ تعداد اعضای اون لیست رو به اون میده ببینید من روش کلیک میکنم میگه 387 تا عضو تو این لیست هست دقت کنید از کجا آوردمش از اینجا طول لیست انگار اعضای لیست خب حالا اگر من بخوام به تعداد این لیست یک کاری رو تکرار کنم میتونم از این استفاده کنم میام سراغ پرچم سبز شد دقت کنید برای این گربهه دارم کد می نویسم میگم وقتی که پرچم سبز کلیک شد بپرس دنبال چه عددی میگردی چه عددی میگردی یه علامت سوالم میذارم خب حالا وقتی که این کار بر جواب میده ما نیاز داریم که یه چیزی رو تکرار کنیم تا بیا تو این لیسته بگرده چند بار تکرار کنیم به این اندازه پس میام تو بلوک های کنترل میگم تکرار کن به این اندازه حالا یه متغیر هم نیاز داریم میام تو ها یه متغیر درست میکنم به اسم عدد یا شماره شاید بهتر بود من اینو پاکش میکنم شماره بنویسم بهتر میگم اول کار شماره رو برابر یک قرار بده چرا؟ چون اولین شماره من یک درسته؟ بعد میگیم که تکرار کن به این اندازه چند بار؟ 387 بار خب بعد اگر اگر توی عملگرها میایم میگیم اگر این پاسخی که کار برداد توی لیست بود ببینید میام توی لیست اینجا میگم این در لیست اعداد هست ببینید میگم این در لیست اعداد بود بعد و, نم و شماره اون ردیف اون پاسخ خب با این برابر شد من میام تو متغیرها این شماره هر هم میذارم اینجا این رو هم میذارم اینجا میگم اگه این دوتا برابر شدن بیا شماره رو به من بگو همین شماره متغیر رو به من بده و هر بار که تکرار میکنی یه دونه به متغیر شماره اضافه کن بریم ببینیم برنامه همون درست کار میکنه میگه دنبال چه عددی میگردی؟ میگم دنبال دویست خب میگه ردیف 124ه میرم ببینم درست گفته باید تو ردیف 124 دنبالش بگردیم ببینید دقیقا داره درست میگه میگه ردیف 124 شماره دویسته یه بار دیگه میگه دنبال چه عددی میگردی؟ میگم 403 میگه شماره ردیف 327ه میایم تو 327 یه کمی بالاتر یه لیست خیلی بلند داریم که این اسکرش داره ببینید 403 دقیقا همون عددی که من وارد کردم اینجا ردیفش رو به من میده یه بار دیگه اگه اینو بررسی کنیم یه متغیر درست کردیم به اسم متغیر شماره این گربهه میاد میپرسه که دنبال چه عددی میگردی بعد به تعداد طول این لیست تکرار میکنه این کارو الان 387 است حالا اگر من یه عدد دیگه بهش اضافه کنم ببینید مثلا میگم عدد 500 رو هم بهش اضافه کن خب یه دونه به طول لیستمون اضافه شد عدد 600 رو هم اضافه کن همینجوری هی دارم اضافه میکنم به این لیسته و خود به خود اینا خودشون رو تغییر میدن یعنی طول لیست بیشتر شد حالا گفتم تکرار کنه به اندازه 389 تا اگر اون متغیر که الان یکه اول کار یکه برابر ردیف پاسخ بود یعنی اون پاسخ رو گشت پیدا کرد مثلا الان اینجا 403 رو گشته پیدا کرده میبینه ردیفش 327 میگه اون شماره ردیف رو به من بگو شماره ردیف رو که این متغیر است به اون میگه و همینجوری بارها و بارها تکرار میکنه تا برسه به اون عدده و هر بار به شماره به متغیر شماره یکی اضافه میکنه حالا شما میتونید با فکر خودتون با خلاقیت خودتون ببینید چه لیستایی میتونید بسازید به طور مثال ما میتونیم یه سری عدد به اسکرش بدیم و اون برامون به ترتیبش کنه یعنی از بزرگ به کوچیک از کوچیک به بزرگ درستشون کنه میتونه میانگین یه تعداد عدد خیلی زیادی رو به اون بده خب حالا اومدیم سراغ سایت اسکرچ تا ببینیم که توی پروژه های این سایت چطوری از بلوک های مربوط به لیست استفاده کردن ببینید اینجا میمدیم یک لیست جدید میساختیم مثلا حالا اسمش رو میتونستیم هر چی بذاریم بعد وقتی این لیست ساخته میشد میتونستیم محتویات به این اضافه کنیم که اون محتویات میتونست عدد باشه و حروف و کلمات بعد با این بلوک ها یه کارایی میتونستیم روی این محتویات لیست انجام بدیم حالا این پروژه که من باز کردم به صورت گرافیکی این خفاش میاد چند تا پیام میده و بعد سه تا عدد از من میپرسه میگه اولین عدد میگم دوازده بعد میگه دومین عدد میگم 20 مثلا ممیز 6 بعدیشو میگم سه و مثلا چهاردهم. حالا این میاد این اعداد رو به صورت کوچیک به بزرگ برامون مرتب میکنه انگار عین اکسل سورتشون میکنه پس ما هم میتونیم با کمک اسکرچ و گرافیک های خلاقانه انگار کارای جالبی رو روی اعداد انجام بدیم به خاطر همینم ما توی دوره آموزش ریاضی با کمک اسکرچ بسیار از لیست استفاده خواهیم کرد چون لیست ها قابلیت خیلی خوبی دارن برای اینکه ما یک سری اعداد توشون قرار بدیم و یه کارای روی اعداد بکنیم به خاطر همین این دوره آموزش ریاضی با اسکرچ رو که به زودی شروع خواهیم کرد مفصل در مورد لیست مثال های زیادی رو با هم انجام خواهیم داد پس این پروژه جالبی بود که با لیست ساخته شده بود پروژه دوم یک پین پونگ هست که بسیار به نظرم خلاقانه کد نویسی شده ببینید هیچ اسپرایت یا شکلکی نداره همه این بازی رو اومده برای تصویر پس زمینه درست کرده با کمک لیست اینجا گفته 13 بار تکرار بشه چرا چون میخواسته لیستش 13 تا ردیف داشته باشه حالا این پرچم سبز رو که بزنم این که یک عضوی از لیست هست اینجوری حرکت میکنه میاد من باید این راکت رو جوری قرار بدم که این بخوره به راکت و برگرده و جالب این که همه این کارها با یک لیست انجام شده لیست گیم لیست گیم اما این همه بلوک های مختلف دستوری براش استفاده کرده تا بتونه این بازی خیلی جالب و خلاقانه رو با کمک لیست بسازه پروژه بعد که این هم پروژه جالبی هست ببینید یک شکلک آورده که فقط یک حالت داره حالا اومده با کمک بلوک های لیست این شکلک رو متحرک کرد ببینید این هم پروژه جالبی هست که با کمک لیست انجام شده پروژه بعدی یک فضای سبودی هست که توی اسکرچ ساخته شده من دارم کیبورد دکمه های کیبوردم رو چپ و راست میچرخونم تا توی این فضای سبودی بچرخم حالا کلی اینجا برامون کار مختلفی قرار داده. مثلا میتونیم ارتفاع دیوارا رو کم و زیاد کنیم یا تعداد کاشیاش رو کم و زیاد کنیم و خیلی کارهای جالبی رو انجام بدیم و بعد مثلا توی این فضای سبودی که توی محیط دو بعدی اسکرچ ساخته شده بچرخیم حالا همه این کارا رو با چهار تا بلوک لیست انجام داده و کلی کد نویسی انجام داده که این پروژه خیلی جالب رو بتونن توی اسکرچ بسازن توی خیلی بازی ها هم لیست ممکنه به کارم بیاد مثلا بازی معروف انگری رو من توی اسکرش باز کردم ببینید اینجا ما میتونیم انتخاب کنیم مثلا مرحله دو بعد این پرنده میکشیم حالا میشونیم اینجوری امتیاز بگیریم و دقیقا این بازی انگری برت. حالا اگر این بازی رو بررسی کنیم میبینیم با سه تا لیست توش استفاده شده سه تا لیست توش استفاده شده برای ساخت این بازی پس توی پروژه های مختلفی از اسکرش ما میتونیم از بلوک های لیست استفاده کنیم که توی دوره های دیگه سایت ایران استیم به این مثال ها میپردازیم خیلی ممنون از توجهتون به این جلسه تا جلسه دیگه خداحافظ